جناب عالی. بذار اول من مشکلمو با شما حل کنم. بفرمایید. چون اشاره فرمودید که من یا دکارت یه چیزی درباره صبح که بلند میشیم بله. گفته. بله. من مجموعه علم و شبه علم گفتگوی آخر پرسش و پاسخ از دقیقه 8:50 آقای فروزنده نشستن مشقشون رو انجام دادن پایان گفتگو. نه من فکرم روی تلویزیون هم چه حرفی زده شد. نه خیر تو مجموعه سریه. ولی من اونجا هم فکر نمی کنم. تمام آخر هفته من صرف این شده که اون برنامه بسیار سنگین رو چند بار گوش بدم تا امروز مجهزتر در خدمتتون باشم. من خوشحال میشم اون رو بشنویم. برای که به نظر من برای اولین بار بود که دارم میشنم که یا من یا دکارت گفتیم هر روز صبح که بلند میشیم با فکر خدا بلند میشیم. بله. دقیقاً جمله‌ای که متأسفانه الان نمیتونم بدم. نه مطمئن نه ولی ببینید برید دیویدیو آخر. نه شما بگید چی بود جمله؟ جمله این بود که من بدون اینکه بخوام از صبح که بلند میشم به خدا فکر میکنم. نه اصلا مطمئنم اینجوری نبود. نقل به مفهوم مطمئن نه نه به مفهوم آخه مفهومش کنم آخه اینا تمام ظرافتش درده. آخه ببینید جامعه فروزنده چون خوشبختانه سندش آنگونه که استالی میفرمایید هست ولی چون مطلب غلطه به این جهت من میگم یعنی این حرف به این صورتی که شما بیان فرمودید حتما گفته نشده. نه من به خودم نشد دارم اجازه بدین من به کمک ندارم الان که بخوام هفته دیگه میاریم ولی گفتگو هست دقیقه 9 دقیقه به پایان رسید. من اصلا اون فرضی نمی فرق نمی کنه. این درست مثل کتابایی که می نویسن که در ساعت 7:32 و 14 ثانیه اون زنگ زد. نه میخوام بگم شما رو ریفر بدم که نرید همه رو گوش نه بدید. نه اصلا نگران نباشید. سیدی آخر هشتمی اون 8-9 دقیقه آخر رو با کمال میل ولی این که من حرفم این باشه که صبح که آدم بلند میشه به خدا فکر میکنه یا من گفته باشم یا به دکارت نسبت داده باشم حتما درست. اگر حرف من درست بود چه من اصلا فقط میذارم چون ببینید باز از اون موارد شرطی است عین جملهش رو میگیم قبل و بعدش من مطمئنم چنین نیست. آقای دکتر فرضاً بذارید که شاید من درست فهمیدم. نه شما حتما نه شما درست فهمیدید ولی من همچین حرفی نزدم. خیلی خوب بینندگان عزیز هفته آینده چون من امروز فقط یک همکار دارم در اتاق فرمان و نمیدونستم دکتر اولاکویی مطلب رو رد میکنه سی دی رو آماده نکردم که پخش بشه. بذارید من بحثم یه نکته کوچیکم. ببین عرض من که هفته گذشتم تلویزیون بود این بود که بحثی که دکارت میکنه نه اینکه بحثی است که من اون معتقد وقتی نگاه میکنیم به آنچه که محتوای ذهن ماست برای همش میتونیم علت بگیم از عدد پیدا کنیم از حرارت و برودت شما نگاه کنید به هر گفتگوی راجع به دکارت حتی دوستان که میخوان خلاصش رو بشنون اگر مراجعه کنن به سیر حکمت در اروپا میتونن این بحث اونجا ببینن. میگه فقط یه موضوع هست که به نظر نمیرسه خود ما اون رو به وجود آورده باشیم و اون حس و احساس و نظری است که راجع به خدا داریم و میگه من میتونم این نتیجه رو بگیرم که او شاید این رو در ما گذاشته و همین و الا اینکه من صبح بلند میشم با فکر خدا موضوعی نیست که معنا داشته باشه. بس این نیست و برای همچین حرفی که آدم ها صبح بلند میشن با فکر خدا معنایی نداره و همین جلسه که عرض میکنم چون فرمودید میخوام ممکنه دوستانی باشن که هفته آینده رو نبینن ولی لطف کنید شما هفته آینده چون حتما ضروری است یه تیکر با یه دقیقه قبلش و بعدش میذاریم که ببینیم چه خواهد شد و خوشحال خواهم شد. ولی میخوام بگم موضوع رو در حدی که چون هفته گذشته من بهش اشاره کردم در همونطور که خدمتتون عرض کردم هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرد. هیچ کس همونطور که نمیتونه اصلا رد کنه چون معنا نمیده. بنابراین اون حرفی هم که دکارت میزنه تجزیه و تحلیلی است که او ما رو چند صد سال قبل کرده و به خاطر بحثی که مطرح بود آمد یعنی حرف این بود که فکر و حس و احساس خدا در انسان از نظر یه عده نه اینکه منم چین باوری دارم نشانه وجود خدا است. این گفتگوی دکارت بسیار اون صحبت رو کاری نداره که هفته آینده 7-8 دقیقه من همیشه سرپرایز شدم خوشحال خواهم شد و احتمال اینکه من به بازم کمتره برای اینکه آقا همین آخرین باری که اینو بعد از 3 بار گوش کردم آخرین بارش امروز بعد از ظهر بوده که من تردید دارم که شما گوش کردید و فهمتون خوبه ندارم. عرض من این است که جمله حتما این گونه نیست که شما فرمودید یا الان استناد میکنید. بینندگان عزیز پس لازم شده برنامه هفته آینده ما شما توجه بفرمایید. من مشکلم آقای دکتر اجازه بدید قبل از که به مسئله علم برسیم با فرمایشات شما این است که سر اصلا جر و بحث ندارم چون
هم شما رو قبول دارم هم احترام نه اصلا این کارو بکنه نه اجازه اون که اون کارو میدونید که اون ذاتیه نه میخوام بگم چون سر جرو بس ولی این مطلب دیگه است. من متوجه نیستم یه عالم مثل شما به هر حال یه آدم آگاه چیز نمیذارم تعارف باتون نمیکنم شما حریفید در این مسائل و شخص آگاهی هستید چطور این ذهنیتش دو بخش مجزا داره یه جا عالمه همه چیز رو بر مبنای قواعد علمی میبینه و درست چسبیده به هم این یک عالم اعتقادی داره که اصلا با علم هیچ سرکاری نداره و اینا با هم قاطی هم نمیشن جناب فروزنده ببینید من آقای دکترم اینجا هستن دو جلسه هست که ما یه بحثی رو کردیم و من تحکیل داشتم و اذیت نشید لطفا تعجب میکنم که الان شما اون موندید عرض من این است که اگر ادعای شما اینه که تنها جهانی که وجود داره جهان فیزیکی و مادی و طبیعت و تنها راه شناخت این جهان فیزیکی و طبیعت علمه و هیچ چیزی غیر از این وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه خب این برداشت درستی از نظر من نیست جهان طبیعی و مادی تنها راه فهمش، درکش، شناختش، تغییر درش از طریق علم و یا کاربرد علم، تکنیک یا تکنولوژی یا هر چی بخواید نامش رو بذارید کاملا با این موافقم ولی هیچ عالمی از نظر من که بحثم بود مال دوستانی که بودن هیچ عالمی نمیتونه بگه من ثابت میکنم که غیر از این عالم هیچ عالم دیگه ای وجود نداره هیچ چی دیگه وجود نداره از جمله خدا بنابراین یه آدم میتونه بگه من در جهان فیزیکی و مادی و در این دنیا فقط و فقط به واقعیت و علم و عقل و استدلال توجه میکنم و هیچ چیزی رو در این جهان طبیعی و مادی غیر از این و در غیر از این چارچوب نمیبینم اما یه دنیای فلسفی وجود داره مگر اینکه شما بگید فلسفه هم وجود نداره یا بگید فلسفه رو تو علم بذارید دو یه دنیای هنری وجود داره یه دنیای ادبی وجود داره اینا مرتبطن مبتنی بر جهان واقعیت و علم و عقل هستن اما نوع دیگه این و یکی دیگه یک نظام باورها و اعتقادات چون شما بر اساس همین که میفرمایید نمیتونید بگید چیزی به اسم باور و اعتقاد وجود نداره برای که منو منتسب میکنید به اینکه اونو دارم شما یادتون باشه درباره نفی مسائل داری صحبت کنید که هیچ چیز جز واقعیت مادی فیزیکی مکانیکی نیست عرض من اینه که این موضوع برفرض که چنین باشه قابل اثبات نیست یک کسی مثل برتراند راسل وقتی تو سجل کتاب تاریخ فلسفه میگه من هیچ دلیلی برای وجود خدا ندارم اما ردش هم نمیتونم بکنم نمیدونم هست یا نیست هیچ از نظر من علم فیزیک که آقای دکتر آگاهش هستن و بنده نیستم شیمی بیولوژی نمیتونه میگه من ثابت میکنم خدا نیست هیچ چیزی غیر از جهان فیزیکی و مادی نیست خب این به نظر من کمی لغت بدش خودخواهیه که من بگم چون من هیچ چی دیگر رو حس و احساس نمی کنم که حرف درستیه نیست بعد من خدمتون عرض کردم چون این برای من تعجب آوره که هیچ کس تا به امروز راجع به این خدا نه حرفی زده هیچ چی راجبش نگفته نه کسی اثباتش کرده بذار تو اون بری بنابراین یه اعتقاد شما میتونید داشته باشید نداشته باشید و اون دفعه با اون همه اصرار عرض کردم که استالی اگه به من بفرمایید من هم چی باوری ندارم در همون حد شما رو میدونم که خودم رو میدونم هرگز هم از سر سوزن فکر نمی کنم که فهم من بیشتره درک من بیشتره هیچ چیزی در من بر شما ترجیح داره و اگر یه کسی دیگه گفت فلانی منم مثل تو باور دارم برای من فرقی با اون آدم نمیکنه بنابراین عرض من اینه که شما از حریم علم و حوزه علم دارید میرید تو حریم اعتقاد اون یه چیزی وجوده بعد از اون شما اگر بخواید بحث فلسفی رو بکنید شما یه فلسفه علم دارید که نگاه علمی است به موضوع علم مثل فلسفه فیزیک یعنی نگاه علمی از بیرون به موضوع فیزیک اما ما یه چیزی به اسم فلسفه داریم یعنی پرسش‌های مطرحه موضوعی مطرحی که در حوزه و حریم علم نیست مبتنی بر علم هست استدلال عقلی داره استدلال منطقی داره ولی موضوع علم نیست و الا شما باید بگید پس فلسفه هم علم بعد شما یه چیزی دارید به اسم زمینای هنری شما این مفهوم هنر رو باید قبول کنید که یک حرکتی است در جهان احساسات و عواطف که احساسات و عواطف نتیجه حس هست و در جهان فیزیکی و مادی هم هست اونم انکار نمی‌کنم ولی از نوع دیگری است
یا بسیاری از دوستان وقتی که میخوان استدلال و استناد کنن میرن سراغ شعر یا زمینهای ادبی، اونا باید بدونن چیزی رو اثبات نمیکنن با رفتن سراغ شاعری. یعنی شاعری اگر حرف زده حرف علمی نزده و مثل هر حرف دیگه ای میتونه درست یا غلط، خوب یا بد باشه. و بعدم یه حریص به اسم اعتقادی، برای شاید برای بار چندم که از تکرارش متاسفم، من معتقدم سه تا شناخت، سه تا درک، نه سب کنید، سه تا شناخت، سه تا درک علمی، فلسفی، مذهبی وجود داره. هستالی میفرمایید درک مذهبی نیست، شما میفرمایید درک فلسفی نیست، همه چیز فقط درک علمی است. خب این یه نگاه قرن 18 پوزیتیویسمی که باش آشنا هستیم و این چیزی نیست که شما اگر من بفرمایید من هیچ چیز غیر از فیزیک و ماده و جهانی که محسوس و ملموسه رو نمیشناسم و وجود نداره میتونم بفهمم، این باور شماست، تعجبم نمی کنم، عجیب و غریبم شما رو نمیدونم، ولی اون چون اشاره فرمودید به قول معروف میگم مؤمن یه شکی هم بکن شاید باشه، برای اینکه دنیای علم به نظر من نمیتونه بگه نیست. حتی شما یه نگاه فلسفی عقلی بکنید، عدم یعنی نبودن، قابل اثبات نفی نیست. به همین جاست که هیچ کس نمیتونه بگه من ثابت میکنم خدا نیست. آدما میتونن ثابت کنن استدلال مردم رو برای وجود خدا. یعنی اگر 7 استدلال در تاریخ فلسفه بوده که به نظر من بوده برای اثبات خدا، میشه همه اینا رو رد کرد. برام هیچ کس دلیلی برای وجود خدا نداره. این حرف رو میتونم بفهمم. استدلال نظم جهانم که اون دفعه با آقای دکترم صحبت کردیم، اون اصلا استدلال نیست، برای که از نظر علمی حتی در مباحث ژنتیک میشه نشون داد چه بی‌نظمی در جهان حاکمه. و تازه ازش نمیشه نتیجه گرفت خدایی هست، میشه حتی گرفت که یه نظمی وجود داره. خاله خب از نظم شما چرا استدلال این جهانی و مادی میکنی که چون نظم وجود داره ناظم وجود داره؟ نه، بعد به وقتی شما هر آپشنی رو جلوتون بگذارن از شما بهتر میده تمام پدیده هایی که اتفاق میفتن فراوانی نسبیشون همیشه یه منحنی به اصطلاح نرماله که به قول معروف به صورت زنگه، یعنی توزیع فراوانی نسبی کاملا همیشه نظم داره. بیماری نظم داره، چاقی نظم داره، دیدن خب این که معناش این نیست که بس حتما احتیاج داره یک کسی اون رو و نظمی رو برقرار کنه. اعتیاد نظم داره، مرگ نظم داره. میخوام بگم استدلالی کسی تا به امروز نکرده، ولی اینکه شما منو این گونه مطرح کنید که تو یه نگاه علمی داری یه ذره میذاری به نگاه اعتقادی، نه من یه نگاه علمی دارم میذارم به نگاه اعتقادی. مادرم رو هم دوست دارم، برای مادرمه بهترین و برجسته ترین و مهمترین زن دنیاست، نه برای من هست. به من میگید که تو به وجوده که چیزی غیر از جهان مادی باور و اعتقاد داری؟ میگم شاید باشه، نفیش نمی کنم، هیچ دلیلی براش دارم ابدا. هیچ راهی از دنیای علم به اون جا هست به هیچ وجه. علمی هم که بخواد اینو ثابت کنه یا رد کنه من دیگه در تعریف علم نمیبینم، مگر این شما بیاد تعریف دیگری از علم. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر نایری شما اگر اجازه بدید، من اولا دوست دارم که دکتر هلاکویر برخلاف اون چیزی که اصرار دارن بگم که ایشون یک اگناستیکن، یک کسی هستن که به قول معروف آتئیست نیستن ولی مثلا ندانم کار هستن، یک کسی ندانمگرا هستن. این ترجمه ایست که الان از اگناستیک میکنن و کاملا هم درسته، برای اینکه به درستی گفتن علل اصول دنیای علم دنیای این هست که ما چه میدانیم. اصلا قرار نیستش راجع به ندانسته ها صحبت بکنه، علم حرف غیر علمیه. علم میگه ما چی در واقع چی نمیدونیم. این یه چی میدونیم که خیلی کار خطرناکی است که در واقع اون دید مذهبیه که میگه ما چی میدونیم. علم میگه ما چی نمیدونیم و صادقانه هم این رو میگه و هر موقع هم اشتباه میکنه میگه من اشتباه کردم. دیدگاه مذهبی این هست که همیشه ما درستیم، همیشه ماها حرف حق رو میزنیم. مسئله اینه. در مورد دکارت هم همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، به حال دکارت به قول نیچه به نظرم بهترین تعبیر رو راجع به دکارت میزه. میگه خود دکتر هلاکویر میذاره این کار رو میکنن، میگن که خدا رو از در بیرون کرد از پنجره وارد کرد. دکتر هلاکویر هم همین کار رو میکنن، پیروه مکتب دکارت هن. میتونن هم باشن، هیچ اشکالی هم نداره، به هر حال به عنوان یک اگناستیک نظرشون پذیرفته است. اما چند تا مسئله این وسط پیش اومده که من میخوام این رو بگم. تو این مدت به علت حضور من در شبکه های مجازی، دوستان دستشون از دامان دکتر هلاکویی کوتاه شما به من متوسل میشن، از جمله این که من میخوام خیلی روشن کنم، چون من
میشناسم دکتر هولاکویی رو و حالا میخوام یه ذره بیراهم برم بگم دوستان عزیز، بینندگان گرامی، من و دکتر هولاکویی چند سال پیش بود؟ 5 سال پیش بود یا 6 سال پیش یک برنامه مشترکی گذاشتیم که من واقعا برام باعث تأسفه که سیدیشو تجدیدن آقای فروزنده گوش دادن به نام علم و شبه علم. برای من باعث تأسفه که دکتر هولاکویی به من گفتن که کم استقبال ترین برنامه‌ای که بوده در بین جامعه ایرانی برنامه علم و شبه علم بوده. این خودش به نظر من، آقای دکتر، شما با من یک جامعه شناس واقعا یک تحلیل جامعه شناختی بدید، چرا این گونه است؟ چرا مردم ما انقدر بی‌مهرن نسبت به علمی نگاه کردن، علمی اندیشیدن، به خصوص در میان بانوان؟ به هر حال مسئله‌ای که مطرح هست و چون گفتم من دکتر هولاکویی رو میشناسم این هست که به من گفتن که چون دکتر هولاکویی اشاره کردن که به هر حال به خدا باور دارن، به اون خدایی که ایشون تعریف میکنن باور دارن، بسیاری از مردمان حالا گفتن که ما دیگه دکتر هولاکویی چون این فتوا رو داده ما خدا باور شدیم. واقعا؟ بله. واقعا من اگر یکیشون رو پیدا بشه خیلی خوشحال میشم جناب دکتر. من نکتم همینه، اگر یعنی باعث تأسف برای من کسانی بخوان با حرف من یا با حرف دکتر هولاکویی یا با حرف کسی دیگه بخوان اعتقاداتشون، یعنی حرف ما این است که ما بیشتر میخوایم، چون یک برنامه رادیویی هم من و فرید و پرهام هولاکویی داشتیم بر اید که فکر میکنم برنامه جالبی باشه، اونم شما گوش بکنید و الان روی فیسبوک هست، به اهمیت پرسشگریه. یعنی ما اتفاقا تمام ذهنمون این هست، تمام کوششمون اینه که بیشتر پرسش ایجاد بکنیم. کسی که میاد پاسخو میده دقیقا اون کاریست که من ببخشید اینجا رو که باید اون کاریست که شما در کلیساها و کنیساها و مساجد انجام میدید، میرین که پرسشاتون رو بگید. ما اتفاقا قرار نیست پاسخ پرسشی بدیم، ما میخواییم پرسش های بیشتری رو ایجاد کنیم و اون به اصطلاح تفکر انتقادی اندیشه سنجشگر رو در جامعه ما که فرهنگ ناپرسایی داره به تعبیر دوست گرامی آرامش دوستا فیلسوف معاصرمون، بتونیم این فرهنگ پرسشگری رو در جامعه جا بندازیم که به هر حال شک کنیم، به همه چیز شک کنیم، هیچ چیز رو جنبه تقدس بهش ندیم و بتونیم همه چیز رو به چالش بگیریم و بپرسیم. یک نکته دیگه هم اگر اجازه بدین مطرح شده که من میخوام جواب بدم این هست که در مورد این صحبت شده که من به علت اینی که من رو گفتن مطالعات کافی در زمینه علوم دینی و مذهبی ندارم، بهتر هست که در این مناظرات کسی باشه که تخصص داره که از پس من در این مسائل بر بیاد. من فکر میکنم دکتر هولاکویی در این زمینه بسیار آگاهن، ولی فکر میکنم من هم خیلی بی آگاه نباشم نسبت به مطالعات دینی و مذهبی که هست. این یک. دوم اینکه میزبان برنامه آقای فروزنده هستن، من مهمانم، من نمیتونم تعیین تکلیف بکنم چه کسی در میز گرد حضور داشته باشه یا نداشته باشه. و بالاخره یک پرسش دیگه‌ای که از من شده بود که فکر میکنم بسیار جالب باشه، مسئله نظم بود که من و دکتر هولاکویی هم امروز راجبش صحبت کردن. وجود یک ناظم دلیل بر وجود یک آفریدگار نیست، ضمن اینکه این عالم بی نظمه. دوستان گرامی معمولا نظم رو با قانونمندی یکی میدونن و بی نظمی رو در نتیجه معادل بی قانونی میگیرن. اصلا چنین معنایی رو نداره. وقتی که ما داریم بی نظمی صحبت میکنم، حتی وقتی که میگیم پدیده های طبیعت تصادفی است بر اساس قوانین بنیادین فیزیک کوانتومی که بنیادی ترین شاخه طبیعت هست، یعنی شاخه آگاهی و معرفت ما از طبیعت هست، بر اساس احتمالات و تصادف. خود دکتر هولاکویی به عنوان کسی که سالها در سازمان برنامه بودجه کار کردن، شما هم کار کردید، شما آشنایید با آمار و احتمالات. آمار احتمال به این معنی نیست که ملت دارن اونجا با بیقانونی ها هرج و مرج کار میکنن، اتفاقا قوانین، میگیم قوانین احتمالات. این چیزایی است که متاسفانه چون فرهنگ ما یک فرهنگ علمی نیست و مردم نگاهشون به واژه تصادف، به واژه احتمال، یعنی اینکه بیقانونی، هرج و مرجی، فکر میکنن پس چیزی که بگیم تصادفیه حتما بیقانونیه، حتما هرج و مرج توش. خواهش میکنم این دوتا یکی نگید. مسئله دیگه ای که مطرح شده که استدلال هایی است که دوستان میکنن، میدونم من تمام تلاشم اتفاقا این است که وادار بشیم به این مسائل ذره بنیادی تر فکر کنیم. این مباحث فکر نکنین راجبش صحبت نشده. مسئله ای که عنوان میکنن
ثابت‌های بنیادین طبیعت. ما یک سری اعداد عجیب و غریبی رو، اعداد فیزیکی عجیب و غریبی داریم که در طول عمر عالم در کیهان ثابتن و به نظر میاد یک تنظیم ضعیفی، اصطلاحاً بهش میگن فاین تیونینگ، یک تنظیم ضعیفی شده که اگر قدری این ثابت‌های عالم تغییر بکنه اصلا امکان وجود حیات بر روی زمین وجود نخواهد داشت. مثلا فرض کنید یکیش هست سرعت نور. سرعت نور اگر قرار بود غیر از اون چیزی که الان هست با کمی درصد بسیار کوچکی این ور اون ور میشد، ما الان به این شکل اینجا نمیتونستیم باشیم. حالا زیاد هست، من نمیخوام وارد مباحث تخصصی بشم. اصطلاح اینها میگن ثابت های کیهانی. و یکی از استدلالی که آفرینشگرایان و به خصوص کسانی که اعتقاد به یک اینتلیجنت دیزاین، یک طراحی هوشمندانه دارن، این هست که اگر یک طراحی هوشمندی نبود که این ثوابت رو با این دقت برای ما تنظیم نمی‌کرد، امکان نداشت که این عالم به وجود بیاد. و استدلالی هم که بسیاری از فیزیکدان‌ها در این زمینه می‌کنن این هست که مدل چند جهانی یا چند گیتایی رو دادن، مالتی‌ورس رو دادن، که در اونجا در واقع ما عالم‌های متفاوتی داریم، بیلیون‌ها بیلیون، رقم خیلی بزرگه، نزدیک در واقع بزرگترین عددی که میشه تصور کرد، عدد 10^500 تا 10^1000 تا عالم دیگه میتونه وجود داشته باشه. دوستان ایراد میگیرن که این ممکنه یک فانتزی ریاضی باشه و عملاً یک مقوله علمی نباشه. من این رو میپذیرم. اما بذارین به شما یک در واقع نظریه رد فلسفی روی این استدلالی که میگن این ثابت‌های کیهانی به ترتیبی تنظیم شده که حتما براش باید یک آفریدگاری در نظر گرفت خدمتشون ارائه بدم. استدلالش هم بسیار ساده است. استدلالی که شما دوستان میکنید درست مثل این هست که بگیم که میدونید من و آقای فروزنده عینک میزنیم اینجا. شما بگید که علت اینه که عینک رو به این شکل ساختن برای اینه که ما دو تا گوش داریم. استدلالی که شما میکنید که وجود ما اینجا هست به علت وجود این ثابت‌های کیهانی درست مثل این است که بگیم ساختار عینک به این دلیل هست که ما دو گوش داریم. بنابراین استدلال بسیار استدلال ساده انگارانه ایه. طبیعتا ما اگه دو گوش نداشتیم ساخت عینک به ترتیب دیگه ای انجام میشد، چون که الان هم فرض کنید ما به جاش داریم از لنزهای تماسی کانتاکت لنز استفاده میکنیم. اگر ثابت‌های کیهانی به شکل دیگه ای وجود داشت، نوع وجود حیات در روی این عالم به گونه دیگه ای بود. ممکن بود ما یه سر و دو گوش و دو چشم نمی شدیم، حیات به گونه دیگه ای به وجود می آمد. و چون حالا به این شکل به وجود آمده، شما نمی تونید بگید که دلیل به وجود آمدن انسان به خاطر وجود ثابت های کیهانی بوده. برعکس اتفاقا دقیقا، انسان به این شکل به وجود آمده به خاطر وجود این ثابت های کیهانی به این شکل، نه اینکه ثابت های کیهانی به خاطر انسان به وجود آمده باشن. این تفکیک رو اگه شما قائل بشید، اون وقت میبینید که احتیاجی به اون طراحه هوشمند هم نداری. من چکرم قبل از که جناب دکتر پاسخ بدید، دو تا نکته رو فقط من خدمتون بگم. من دو بار این مجموعه علم و شبه علم رو گوش کردم. شما خیلی شاگرد خوبی هستید. نه، دلیل این که خب وقتی با دو نفر آدم که این کارو مرتکب شدن دارم صحبت میکنم، بهتر اول کارشونو ببینم. دلیل شاید عدم استقبال این است که اگرچه سعی شده که به زبان ساده مفاهیم بیان بشه، یا ساده لغت درستی نیست، قابل فهم بیان بشه، ولی باز سنگینه. یعنی واقعا سنگینه. شما بعضی وقتا نمیتونید همینجوری فقط گوش بدید و برید، باید گوش بدید، برگردید. خب اشکالی نداره، ما یه مقدارم از مغزمون بیشتر استفاده کنیم. در مورد این که به شما گفتن که یک کارشناس مذهبی رو دعوت کنیم، خب من همینجا به عنوان گفتید من میزبان هستم، دعوت میکنم هر شخصیت مذهبی که فکر میکنه میتونه در این پنل بشینه و نظرات دوستان رو رد بکنه و خلاصه خودش رو حریف ماجرا میدونه، از همینجا ازشون دعوت میکنم، به ویژه آقای مهندس عبدالعلی بازرگان رو، چون به هر حال مورد احترام بخش من با ایشون البته مناظره قبلا 3 سال پیش در UCLA داشتم. خیلی خوشحال میشم اگر ایشون قبول بکنن. آقای مهندس بازرگان رو هم دعوت میکنیم در یکی از این جلسات بیان تشریف داشته باشن و نظراتشون رو بشنن. من بذارید دو سه نکته کوچولو عرض کنم. مورد اول مطلبی بود که جناب دکتر نیری گفت. من بارها نه از سر تعارف، نه ابدا، نه
گفتم اگر نظر و اعتقاد من رو دارید لطفاً تو شک کنید، چون من خودم هم شک دارم، ولی اگر نظر مختلف و متفاوت دارید لطفاً نگرش دارید، احتمالاً درسته. حتی من در بحث ویژگی های شخصیت سالم وقتی به تفاوت آرمان‌خواهی و ایدئولوژی میرسم، اولین مشخصه انسان سالم رو کسی میدونم که بیش از اون چیزی که درباره باور خودش بدونه درباره ضد باور خودش بده. روزی از نظر من شما آدم مذهبی هستید که کتاب دینیتون رو خوندید، 50 تا کتاب ضد اون علم خوندید. روزی شما من میتونید بگید من مارکسیستم که هر چی نوشته علیه مارکس هست رو خونده باشین، ولی رهاش کنید. پس بنابراین موضوع از مخالفت هیچ وقت مسئله حل نمیشه. اگر کسی مدعی است که میخواد بفهمه، اگر بنده بیام بیرون و بیام یه جایی میخوان یه چیزی رو رد کنن که من قبول دارم و یه چیزی میخوان صحبت کنن که من قبول دارم، من حتما باید برم اون جایی که میخوان ردم کنن. اینم مایلم خدمتتون عرض کنم. مطلب دیگه، من همین امروز صبح تو برنامه رادیو همراه گفتم از این بعد احتمالاً روزهای پنجشنبه یا چهارشنبه رو ساعت 4 تا 6 که برنامه رازها و نیازها، چون هفته 20 ساعت برنامه دارم، هر روز 9 تا 11 4 تا 6 هفته یه روز شو میذارم دانش، بینش و نگرش، برای که بعد از گفتگوهای یکی دو هفته گذشته و با توجه به مطلبی که آقای دکتر به شما اشاره فرمودید و متوجه شدم که این موضوع جدی است، سالها قبل از انقلاب در ایران گروهی که 5 نفر از استادا بودن به این فکر افتادن که ما بزرگترین مشکلمون در این جامعه تفکر علمی است. یعنی ما نگاه واقع بینانه علمی به موضوع نداریم و بنابراین ما لیسانس میشیم، فوق لیسانس میشیم، دکتر میشیم، استاد میشیم، اما غیر از اون رشته محدود خودمون، اونم تازه در چارچوب کتاب و کلاس، بیرون که میام شاید یه حرفای دیگه بزنم. درست میشه که دو تا مطلبی که الان آقای دکتر اشاره فرمودن دیگران میگن، برای وقتی میرسه به جای دیگه به در و دیوار میزنیم. چون من شنیدم که شما به من بگید چه دینی رو دروغ میدونید، چه باوری رو مسخره میدونید، چه باوری رو احمقانه میدونید، من توی اون باور گروه آدمای استاد برجسته فیزیک و بیولوژی و شیمی و پزشکی نشون میدم که همون باورای مزخرف دارن. بنابراین هیچ وقت به من نگید نگاه کنید به علما که چی گفتن. علم علم عالم قصه دیگری است. همه ماها که آقای دکتر که فیزیک خوندن، هستالی که جامعه شناسی خوندید، بنده که کمکی بی خودی ول چرخیدم، ما یه جهان علمی رو ممکنه یه چیزکی دربارش بدونیم، اما باورها و اعتقادات ما قصه دیگه. برای این هرگز نمیشه گفت چون انیشتین اینو گفته درباره مسائل مذهبی یا فلسفی درسته، نیست. چون نمیدونم فلان متخصص نوروساینتیست این حرفو زده، نیست. بعدم جالب اینه که اگر یه ذره دقت کنید معمولا این حرفا رو هم نزدن، اصلا موضوع چیز دیگری است. بنابراین جواب فروزنده، چرا من خوشحالم که این بحث است، ولی هم مقدمش که بذارید شاید این نکته رو با هم حل کنیم، که ما یه موجوداتی هستیم که حس داریم. این حسان 5 تا نیست، ما الان 50 تاش هم میشناسیم. حس برودت هست، حس سعادت هست، حس درد هست، حس تعادل هست، حس فشار هست. اون 5 حس یه نگاه قدیمی است. برای به یه اعتبار فقط یه حس ما داریم، اونم حس لامس است. چون چشمم لامس است، گوشم لامس است، اینجا هم به اصطلاح ارتعاش، اینجا طول موجه، میرم همش آخر کار یه حس بیشتر نیست، حس لامس است. ما اومدیم تقسیمش کرد، این حواس محدود هستن، این حواس ناقص هستن، ولی با همین حس و حواس محدود و ناقص ما باید زندگی کنیم. یعنی این که به من بگن هستالی اینجوری که به نظر میرسه نیستی، رنگتون این نیست، سکونی در شما نیست، همین جوری دارن فرض کنین اتم‌های وجود شما با یه سرعتی عجیب و غریب میچرخن، اصلا من شما رو نمیبینم، من یه چیز دیگه میبینم، من یه مترجمی هستم که حرف درستی از جهان، ولی اینش نفی نمیکنه که من میخوام با شما حرف بزنم همه اینا رو نادیده بگیرم. من نفی نمیکنه که برادر من برادر منه، اگه بخوام ببینمش باید برم خونش. این خونه درسته که یه توهم و تصوره هست، بر اساس علمم همه چیزش غلطه، نه جاش درسته، نه رنگش درسته، نه شکلش درسته، نه بوش درسته، هیچ چیش نیست، برای که واقعیت یه چیز دیگه است. ولی من باید یه راهی رو برم تا به این برادر برسم. اونجا هم که رفتم وقتی بگم سلام، انتظار دارم بگه سلام. برای این امیدوارم دوستان نیان بگن چون حس ما محدوده، حس ما ناقصه، اشتباه میکنیم، یه حیوانی است که چشمش بهتر از ماست، یه حیوانی است گوشش بهتر از ما، یه بویایی، ما هنوز قرار از یه جای دیگه دو تا کار رو بکنیم، یکی ارتباطات رو اینا نادیده بگیریم. یعنی من الان فرض بفرمایید چروکم به این میز خوردن، بعدم به شما میگم منم نمیخورم، برای اینکه کی گفته این میز میزه؟
اصلا کی گفته منم؟ کی گفته من دارم میخورم؟ یعنی بی خودی نیایم محدود بودن و ناقص بودن حس رو به معنی نفیش بگیری. بنده ای بخوام به استوری تلفن کنم باید شماره 408 رو بگیرم، 409 رو بگیرم، به تلفن شما وصل نمیشه. اینا واقعیت. دوم، علم ما بر مبنای همین حس است. همینی که هواپیما درست کرده، همینی که تلویزیون درست کرده، همینی که اتومبیل درست کرده، همینی که میتونه جراحی کنه، همینی که دوام من میده من از مرگم میگیره، خب پس بنابراین از راه دیگه هم هیچ کس نیامده، هیچ اختراع اکتشافی از هیچ راه دیگه صورت نگرفته. این دنیای حسیه، محدوده، ناقصه، پر از خطا و اشتباه. ما تنها راه ماست برای هدفهایی که داریم. اگر اصلا بپذیریم من شما هستیم، به جایی که غمگین میشیم میتونیم شاد بشیم، بدون که گرسنه باشیم میتونیم سیر بشیم. بنابراین سفسطه و مغلطه نباید کرد. ما در جهان فیزیکی و مادی بر اساس این قواعد حرکت میکنیم. علمی هم که آقای دکتر بهش اشاره کردن، اصلا علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، این فقط احتماله. یعنی حتی برتراند راسل تو کتابش میگه، میگه علتی که فردا خورشید میاد غیر از اینکه تا بال اومده و به دلیل یه استقرا که ما از یه مقدار فعالیت نتیجه میگیریم چیز دیگه نیست. علم معلوم تئوری احتمالاته. بنابراین با احتمالم روبرویم. و بعد مطلب فوق العاده مهمی را آقای دکتر گفتن، اینکه جهان تصادفی است معناش نه بی علت بودنش نه بی قانون بودنش. ما وقتی دو تا اتومبیل به هم میزنن میگیم تصادف کردن، معناش این نیست که بی دلیل اینا به هم خوردن، بی علت نه، ما چون انتظار نداشتیم، برنامه نریختیم، اتفاق افتاد بعدم هست میگیم تصادفیه. و الا معناش این نیست که چیزی به اسم تصادف اتومبیل وجود داره. دو تا اتومبیل در یک لحظه در یک مکان قرار گرفتن که جای دو تاشون خوردن به هم. بنابراین ما اصلا در جهان تصادفی زندگی نمی کنیم، جهان قانونمنده و همه چیز بر اساس قانون. علتی که اینو دارم عرض می کنم اینه که برخلاف اون چیزی که در مقدمه نسبت به عرایض من بود، من در این جهان این فیزیکی مادی که از طریق حس محدود ناقص خطاکار اشتباهکار من بر اساس تئوری احتمالی که با احتمال کار می کنه جهان رو در این می شناسیم. من میرم دنبال غذا، سوار ماشینم که میشم یه قواعدی رعایت میکنم تا این ماشین راه بیفته، تلفنم رو با یه اصولی مواظبش هستم که نتیجه بده، غیر از اینم نیست. و تمام کوشش ما این است که این آگاهی رو در همین حد محدود ناقص بیشتر و بیشتر کنیم و ازش بیشتر و بیشتر استفاده کنیم که مانند گذشته 40 ساله نمیریم، مانند گذشته 30 ساله همه دندونامون نیفته، تا 100 سالگی هم دندون داشته باشیم. و این به خاطر شناخت همین جهان طبیعی مادی از طریق همین حواس محدود ناقص پر از خطا و اشتباه برای رسیدن به هدفهایی که داریم. و آخرین حرف که برای من خیلی مهمه، من وقتی جوان بودم فکر میکردم اگر هیچی نبود، یادتون باشه، جهان رو خالی نکنید. چون این وقتی آدم ها میگن خلقت انجام شده، مثل که مثلا مکان بوده، یه جایی بوده، بعد توش اومدن مثلا ستاره ریختن. یه ذره اگر بشتیم فکر کنیم، اصلا تصور عدم برای ما غیر ممکنه که فکر کنیم هیچی نیست. برای که حتی وقتی هیچی نیست، من چون بارهاشو فکر کردم اصلا به هیچ جا نمیرسم. بنابراین من و شما حتی مجبوریم به این که فکر کنیم یه چیزی هست، مگر اینکه بخوایم بحثای سفسطه و مغلطه بکنیم که ای بسا که فلاسفه قبلی میکردن جهان عبارت از اوهامه، یعنی همه چیز یه وهمه. حتی یه دی میگم تو که ما خواب میبینیم بیدار میشیم میبینیم همش بی خودی بود، شاید هم بیدار بشیم ببینیم همش خواب بود. حالا امیدوارم واقعا این درست باشه، بلکه زندگی بسیار ما چه زندگی خوبی هم نیست، بعد هم نیست بیدار بشیم ببینیم کابوس بوده. اینا رو به این دلیل عرض کردم که این گفتگوها همطور که خوشبختانه شما زمینه‌شو فراهم کردید و همطور که دعوت کردید از دوستانی که فکر میکنن در این موارد حرفی خیلی مختلف و متفاوت از مطالب آقای دکتر نیری هستالی، منم به هر حال که براتون قلقلی میچرخم، دارن، خوشحال میشیم تو بحثا شرکت کنم. برای که البته وقت متاسفانه یه ساعت و نیمه، وقت کم و کوتاهی، ولی میشه بیشتر کرد. من حالا امیدوارم تو رادیو، چون به هر حال اختیار شده هست، این من از 16 اگر چون باید یه تغییر بدم، فکر کردم از پنجشنبه 16 عرض کنم که اپریل برنامه روزهای پنجشنبه و 4 تا 6 رو اختصاص بدم به دانش به معنی نالج، یعنی علم، هنر و فلسفه، به بینش بر تعریف من، شاید هم غلطه،
یعنی understanding و نگرش و یعنی attitude. یعنی به نظر من ماجرای در حقیقت دانش علم و هنر و فلسفه است با مسئله understanding و درک و فهم یا perception این موضوع یا outlook یا philosophy و بالاخره نگرش attitude و طرز تلقی. اتفاقا اولین گفتگو هم درباره مسئله علمه، برای اینکه من برخی از وقت دوستانو میشنوم که با نفی حس میخوان نفی علم رو بکنن. ببینید ما دوتا فیزیک نداریم، ما دوتا بیولوژی نداریم، ما دوتا شیمی نداریم، ما دوتا آدم نداریم، بنابراین دست برداریم از این بازی که از یه جای دیگه چیزی به دست بیاد و اینکه بگیم دیگران از یه جای دیگه خبرهایی دارن، اولا خب یکشون یه مقدار از این خبرها ما بده. این که بعد از این که فرض کنید از نظر پزشکی مشکلی حل شد، از نظر فیزیکی مشکلی حل شد، از نظر مغز مشکلی حل شد، بعد ما بیام بگیم که هزار سال قبلی کسی اینا رو گفته، اولا نگفتن اینا، اصلا نه قبلش و نه بعدش هیچی نمیدونستن. دوم بر فرضی که این حرفا رو زدن، هیچ کس مثلا از اون هزار نفر متخصصینی که تمام عمرشون روی کتابا و اعتقاد گذاشتن یکی از این حرفا قبل از اینا نزد. سوم حالا بیان یه لطفی بکنن به اون کتابا مراجعه کنن، مال 100 سال 200 سال 500 سال 10000 سال آینده رو بگن، به علاوه بیان سر بسیاری از مسائل بگن، درباره پزشکی بگن، مهندسی بگن، اوه اینقدر مطلب تو دنیا، چون اینا معتقدن یه عده همه چیزو میدونستن از یه راه دیگه. نه نه میدونستن، اصلا نمیدونستن، برای که رفتارشون با خودشون اینگونه نبوده، با مریضیشون اینجور نبوده، با مریضی بچهشون اینجور نبوده، با تو ازدواجشون نبودن، به مسئله تربیت بچه اهمیت نمیدادن، به نابرابری زن و مرد اهمیت نمیدادن. قربونتون یه دفعه بقیه رو عالم و فاضل همه چیز همه دوان نکنید. اینکه بچه کوچولو برگرده میگه خیلی دنیا زیاده، نمیشه گفت آقا بچه دو ساله من بفرمایید زد رو دست الان مطلبی که آقای دکتر گفتن، یعنی اشاره فرمودن که عوالم فراوون بچه دو ساله من. خب از این حرفا خیلی ها میزنن. آقای دکتر نیدی، حالا بذار آقای دکتر دنبالش رو بگیرم، مبحث خوبی ما رو وارد یه فاز تازه کرده آقای دکتر هولاکوی، همون فازی که باید قرار میگرفتیم. از نظر شما تعریف علم چیه؟ خب اولا علم، بذارین بگم که علم مدرن منظورمونه، چیزی که به عنوان واژه ساینس استفاده میشه، چون متاسفانه نه که این رو ما به وجود نیاوردیم، یعنی در مشرق زمین علم به وجود نیامده، علم مدرن منظورمه. ما فرض کنیم که علوم فقهی، علوم دینی رو هم میگیم علوم، در صورتی که اینها به واژه انگلیسیش ساینس نیستش. در نتیجه برای یک لاتین زبان وقتی که راجب ساینس و ساینتیست داره صحبت میکنه، بسیار مشخص هست که داره راجب چی صحبت میکنه. اما این ابهام متاسفانه در زبان فارسی و زبان عربی و زبانهای اون منطقه وجود داره، برای اینکه در اون منطقه علم مدرن به وجود نیامده. علم مدرن بعد از عصر روشنگری و به اصطلاح دوره رنسانس در اروپا به وجود اومده و واژه ساینس هم به همین ترتیب اولین بار در اروپا بحث شده، نچه کاملا برای یک غربی واژه ساینس و ساینتیست معنی میده. در صورت که فرض کنید الان شما چند بار دکتر هولاکویی رو عالم خطاب کردین، در صورت که به مفهوم در واقع غربی اون، به مفهوم کلمه ساینس، دکتر هولاکویی البته سوشال ساینتیست هستن به یک معنا، ولی وقتی میگین عالم میدونین بسیاری از روحانیون هم بهشون میگن عالم هستن، برای اینکه اونها علم دارن نسبت به مسائل فقهی و دینی. برای همین واژه ساینس رو من میخوام از این بعد بگم که من و دکتر هولاکویی، اینم با این اجازه میگم چون ما بارها گفتگو داشتیم، خبر داریم که چه نگرشی داریم، وقتی داریم از علم صحبت میکنیم واقعا این مجموعه نالج و ساینس مدرن ماست، بنابراین ما راجع به علوم فقهی و دینی صحبت نمیکنیم، علم به معنای ساینس رو داریم استفاده میکنیم. علم به معنای ساینس که حالا بذاریم اسمش رو دانش هم بذاریم، به نظر مشکل رو حل نمیکنه. ما تولید کننده این نبودیم متاسفانه. حالا میدونم دوستان در کتابای شعرای ما این چیزا رو پیدا کنن، ولی همونجوری هم که دکتر هولاکویی گفتن، اولا به نظر من اینا مشکلات روانی داشتن که میدونستن اینا رو به حاضر نشدن بگن. این همه ریاضیدان، فیلسوف طبیعی در اون زمان‌ها بودن، کسانی همدوره با بسیار از شاعران ما، فرض کنید خوارزمی و خیام و کسان دیگه هم بودن که از خودشون یادگار گذاشتن برای ما، کارهای بسیار مهم ریاضی رو انجام دادن که
در آینده باعث شده که راهگشای درک ما از علم بشه. وقتی چطور این دوستان ما، شعرای ما این خصت رو به کار بردن که این علوم رو داشتن، که اون ریاض برترین ریاضیدان های ما که در واقع ریاضیات دنیا بر اساس کارهای اونها قرار گرفته، کسی مثل خوارزمی کم کسی نبوده. ما هنوز از واژه الگوریتم که داریم استفاده میکنیم در واقع در غرب به خاطر کارهای این آدم هست که اولین بار کتاب الجبر و المقابره مینویسن. الجبر در لاتین به خاطر کارهای این آدمه و این آدم کاراش بسیار اتفاقا به نظر من تمام بزرگی این آدم در اون کارهایی است که انجام داده. حالا من اگر بخوام متذکر بشم که کسی مثل خوارزمی نه تنها جبر رو به وجود آورده، بلکه نسبیت عام هم بلد بوده، نسبیت عام اینشتین رو بلد بوده، فیزیک کوانتومی هم بلد بوده، جهان‌های موازی هم بلد بوده، من آدمو دارم کوچیکش میکنم. چون به هر کسی بگین مسخره میکنه، میگه کو کجاست اینا، چرا اینها رو به ما نگفته؟ نه، یه ایهام و یه اشاراتی گفته که شما باید بگن. آقای دکتر خیلی حرف جالبی زدن. من یک بارم در یک جای دیگه گفتم این دوستان بگن ما الان مشکلات مشخصی رو در علم طبیعت داریم که نمیشناسیم، برن حلش رو پیدا کنن، نه اینکه بعد از اینکه پیدا شد بگن این تو اون کتاب بوده. این کاریست که الان هم متاسفانه به شکل مدرن داره در جامعه ایرانی انجام میشه، یعنی واکاوی شعرهای ما میخوان از شعرهای شعرهای ما علم رو بکشن بیرون، دریافت واقعیت بیرونی رو بکشن بیرون. کاریست که قبلا و هنوز هم بسیاری از دوستانی که سعی میکنن نگاه دینی رو مخلوط بکنم با نگاه علمی انجام میدم. در این رو اتفاقا در همون سی دی علم و شبه علم من در خدمت دکتر هلاکویی عرض کردم که در یک به اصطلاح خاخام یهودی در اسرائیل ادعا کرد که با یک الگوریتم خاصی که نوشته تمام وقایع تاریخی از ترور کندی تا نمیدونم انقلاب ایران رو میشه در کتاب مقدس در آورد. این ادعا زیاد میشه دیگه، همینا در مورد نوستراداموس هم میگن. یک آمارشناس، اتفاقا خودشم کلیمی هست در استرالیا، بسیار آماردان معروفی است، استاتیستیشن به اصطلاح، نشون داد که برای کتاب موبیدی که هرمان ویلم هم همین کارا رو میشه انجام داد با یه الگوریتم خاصی. البته اونایی که اعتقادات مذهبی داشتن پا پس نکشتن، گفتن پس اون کتاب هرمان ویلم خدا فرستاده. منظورم اینه که اینجور مغلطه ها همیشه وجود داره و این از حوزه علم خارجه. علم معنای مدرن اون این هست که ما دائما بتونیم بر اساس آگاهیامون، بر اساس نظریات علمی، از همه مهمتر بر اساس رهیافت علمی بتونیم دنیای پیرامونیمون رو بشناسیم. دنیای پیرامونیمون هم یعنی اینکه بتونیم واقعیت‌ها رو بفهمیم. ما هیچ وقت حقیقت رو در علم نداریم، اصلا ادعاش هم نیست که به دنبال حقیقته، برای اینکه اون یک سیستم اصلا ارزشی رو به وجود میاره. در علم ما دائما به دنبال این هستیم که بتونیم از طریق مشاهده، یعنی یا شما یک پدیده‌ای رو مشاهده می‌کنید و به دنبال این می‌گردید که اون پدیده رو بتونید توضیح بدید، توضیح بکنید، و یا اینکه یک مدلی میسازید و پیش بینی میکنید که در طبیعت چه چیزی رو باید ببینید. علم یکی از این دو کار را انجام میده. بنابراین یا یه پدیده هایی هست که باید توضیحش بدین. برای قرن ها فکر میکردیم علت زلزله و رعد و برق خشم خدایانه، بالاخره علم تونست توضیح بده که به خدای و خدایانی ربطی نداره. ولی خب تو همین قرن هم یه عده هنوز این باورها رو دارن، منتها در اقلیت قرار گرفتن. بنابراین یا یه پدیده ای رو شما مشاهده میکنین که براش توصیف علمی مبتنی بر ریاضیات بسیار محکم ارائه میدید، و یا اینکه بر اساس مدل سازی های ریاضی شما یک نظریه ای رو عنوان میکنید که در یک نظریه، من اینم باز میخوام بگم مثل همون تصادف و احتمال، بسیاری از دوستان وقتی که میگن من این باز در من دیدم در فرهنگ غرب وجود نداره، در فرهنگ ایرانی بسیار وجود داره. فکر میکنم میگن من میخوام یه نظری بدم، این رو معادل یک نظریه میگن، در صورتی که شما فقط یک اپینیون دارین. در واقع اصلا نظریه شما یک نظریه علمی نیست. نظریه علمی باید توش هم توش فرضیاتی وجود داشته باشه، هم توش یک مشاهداتی وجود داشته باشه. یعنی ما تعریف‌های بسیار مشخصی رو داریم که قانون چه تعریفی داره در علم، فرضیه چه تعریفی داره در علم، فکت چه تعریفی داره در علم، و نظریه چه تعریفی داره در علم. این تعاریف بسیار بسیار مشخصن و اصلا به این که حالا به قول آقای دکتر میگم من حسم اینه که نه
فرض کنیم یک قانونی چند وقت پیش مد شده بود که اصلا علت اینه که دکتر هولاکویی در اون زمان حاضر شدن چنین واقعا هزینه مادی و معنوی رو برای به وجود آوردن این سی دی علم و شفا انجام بدن، برای این بود که در اون زمان، من اسمش هم نمیخوام بیارم، ولی به خاطر یک کتاب و یک فیلمی یک ایده های عجیب و غریبی پیدا شده بود بین مردم که واقعا اصلا آدم حیرت میکرد در قرن 21. حالا سرنوشت اون کسی هم که این کتابو نوشت و این فیلمو به وجود آورد خنده داره، ولی به هر صورت یه عده هنوزم باور دارن و یه قانون مندرآوردی به نام قانون جاذبه یا جذب از توی این ساختن. و بعد مثلا ادعا کنید نه من فکر میکنم اینجا این قانون وجود نداره، این اینجوری نیست. اگه شما واقعا به قوانین علمی باور نداشته باشین، خواهش میکنم اگه فکر میکنین با نیروی فکرتون با نیروی ذهنتون میتونین بر قوانین طبیعت غلبه کنین، سعی کنین از طبقه دهم بالا پشتبونتون بپرین به یه طبقه دیگه. قانون جاذبه گرانشی، جاذبه ثقلی قانون عمومی است، در همه جای دنیا کار میکنه، برای کسی هم استثناء قائل نمیشه. هیچ آدم عاقلی هم از پنجره طبقه دوم و سوم راه نمیره بره یه طبقه دیگه، میاد زمین راه میره. بنابراین علم در واقع مجموعه است از آگاهی‌های ما همراه با زبان علم که یک زبان ریاضی است. روشمندی علمی داریم که بر اساس مشاهدات، مشاهدات وقتی که ما میگیم به این معنی است که وقتی شما یک ادعایی رو میکنید، خود اون کسی که ادعا رو میکنه باید بگه این رو چطوری به محک آزمون میگذنید. یکی از مهمترین چیزها در مورد نظریه‌های علمی این هست که باید ابطال پذیر باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید بگین نظریه علمی من رو به چه ترتیب میشه مورد محک آزمون قرار داد، و نظریه علمی شما هر روز که از یک آزمایشی سربلند بیرون بیاد به عمرش یک روز اضافه میشه تا یک روز دیگه‌ای که یک آزمایش و آزمایش‌های دیگه‌ای نظریه شما رو نقض کنن. برای این بسیار مسئله مهمی است و این آزمایش‌ها باید تحت شرایط کنترل شده باشه. من از شما استدعا می‌کنم، چون یک صحبتی هم یک زمانی من خودم با دکتر هولاکویی در این زمینه داشتم، اگر فرصت شد خانم غزاله لطف کنن این وبسایت رو نشون بدن. وبسایتی هست توسط یک دانشمندی به نام جیمز رندی، الان 10-15 ساله که این مؤسسه رو به وجود آورده و خیلی هم حرفش راحته، میگه من 1,000,000 دلار به کسی میدم که بیاد در آزمایشگاه‌هایی که ماها ترتیب دادیم، آزمایشگاه علمی، هر ادعای فرادرمانی داره، ادعای انرژی درمانی داره، ادعای این داره که با ذهنش میتونه لوله خم کنه، با ذهنش میتونه قطار نگه داره، هر ادعای عجیب غریب و فراطبیعی داره، بیاد در آزمایشگاه‌های ما انجام بده، 1,000,000 دلار بگیره. مرسی آقای دکتر. من اجازه بدید یه توضیح کوچیکی بدم در دنباله مطلبی که آقای دکتر گفت. ببینید، من و شما به عنوان انسان و به دلیل حق و حرمتی که داریم میتونیم عقیده و یه نظری داشته باشیم، یه عقیده است یه نظر، اما وقتی که تبدیلش کنیم به تئوری باید یه مقدار فروزی رو بهش بدیم و راه‌های بحث و گفتگو و اثبات و ردش رو مشخص کنیم. اگر به مقدار زیادی به میلیون و میلیون رسید میتونه تبدیل بشه به نظریه، و اگر از نظریه گذشت تبدیل میشه به فکت. آقای دکتر به نکته اشاره کردن، مهمترین خاصیت علم مسئله ریفیوتبل بودنشه، یعنی چیزی که قابل رد هست، چیزی که قابل رد نیست موضوع جمله علمی نیست، معناش نیست که درست نیست. شما میتونید یه جمله‌ای بگید که درست یا غلط باشه، ولی چون نمیشه اثباتش کرد یا ردش کرد، نمیشه ردش کرد، جمله علمی است. مثال، انسان وقتی میمیرد که خدا بخواهد. اگر شما یه همچی حرفی زدید، شاید انسان وقتی بمیره که خدا بخواد یا نخواد، اما شما هیچ راهی رو برای اینکه ثابت کنن این عقیده غلطه نمیتونید نشون بدید. اگه خدا بیاد بگه من میخوام این آدم در این لحظه بمیره، شما زودتر بکشتش یا بعد تونستید رد کنید نظریه رو، و چون هیچ کس نمیدونه کی چی میمیره، هر وقت که مرد میگیم پس این لحظه ای بود که خدا خواست. بنابراین جمله این که هیچ کس نمیمیره مگر خدا بخواد، جمله علمی نیست. شما باور دارید، باور داشت باشید، باور ندارید، باور نشه باشید، اما فکر نکنید حرف علمی زدید. یعنی این موضوع فوق العاده مهم هستند و به همین جهت است که جان فروزنده. عرض من این است که موضوع علمی که شما از آقای دکتر سید، علم درک واقعیات اشیاست که بر اساس از طریق تجربه و مشاهده و آزمایش با تاکید بر روی کمیت، برای که اگر وارد مرحله کیفیت بشه معمولا تعریف هنره.
البته هم آقای دکتر هم شما خیلی بیشتر از من میدونید که واقعیت یعنی آنچه که هست به وسیله من ترجمه میشه. یعنی من به هیچ وجه به هیچ واقعیتی ارتباطی ندارم. من همیشه عرض کردم من هیچ وقت شما جان فروزنده رو تو عمرم ندیدم. من یه دوربینی درست کردم و از قبلم دستور دادم که جناب فروزنده یعنی آدما رو حتی به عنوان که یه مردم زنا رو اینجوری نشون بده، مردا رو اونجوری. اینقدر دستکاری تو این دوربین کردم که وقتی روی شما میفته یا روی مثلا غزال خانم که الان کارگردان فنی هستن اصلا دو تا برداشت متفاوت. تازه بعد میرمش تو کارگاه ذهنم، وقتی برم تو کارگاه ذهنم میگم اینم دوست ندارم، من میخوام از جناب فروزنده یه چیز دیگه بسازم، حالا مثلا زیباتر یا زشتر، کوتاه‌تر یا بلندتر یا هر چیزی که دوست دارم. بعد از همه این تغییرات رو دادم تازه میگیرم میشتم تو تلویزیون خودم نگاهتون میکنم. من هرگز شما رو ندیدم، هرگز من شما رو تو عمرم ندیدم. من شما رو تو تلویزیون خودم دیدم، با دوربینای خودم دیدم. امروز دیگه از نظر علمی 100% میدونیم که چنینه. حتی خیلی ساده و راحت میشه این تغییرات رو در چشم با یه تزریق به وجود آورد، میشه تو دست به وجود. من دستم کنم تو آب سرد، بعد از یه مدتی دستم تو آب گرم، بعد دوتاشو در میکنم توی آب ولرم. دستی که تو آب سرد رو احساس گرما میکنه، دستی که تو آب گرم رو احساس سرما. یه درجه حرارت برای که گزارش همه اینا رو هم میدونیم. بنابراین وقتی سخن علمی هست یعنی ما در چارچوب حواسمون و یا ابزاری که میسازیم. شما آمدید میکروسکوپ درست کردی، شما آمدید میکروسکوپ الکترونیکی درست کردی، شما امروز توانایی دیدن خیلی چیزا رو دارید که چشم من نمیبینه. ولی معناش اینه که ما فقط در همین چارچوب محدودیم. بنابراین علم به واقعیت فیزیکی و مادی جهان از طریق تجربه، مشاهده و آزمایش کار داره و وقتی هم که یه نظر میده یا تئوری میده یا نظریه میده یا با یه واقعیت علمی روبروست، همچنان در باز کرده و هر زمان که در مقابل 100,000 باری که شما یه چیزی رو ثابت کرد یک دفعه بتونه بیاد اون قانون رو بشکنه، تمام این سیستم به هم میریزه. یعنی ما تکلیفمون در این گونه موارد روشن. این گفتگو رو دوستان هنرمند ندارن، اینا رو دوستان عارف ندارند. اینکه شما برگردید بگید دنیاهای دیگری هست، بله. اینکه بگید اون دنیاها از این دنیا مهمتره، بله، میشه این حرفا رو زد. ولی هیچ کدوم این مسائل حل نکرد. شما تا نگاه کنید، امیدوارم کسی رو باز اذیت نکنم، ادیان یک چیزی بیش از همه مردم جهان، یه بیماری بیش از همه مردم جهان رو کشته، یه مشکل بیش از همه مردم جهان کشته. یعنی از 30-40 میلیارد نفر که در طول تاریخ بودن، بیشتر از 60-70% یا از گرسنگی مردن یا از اینفکشن و عفونت. خب اگر واقعا یه کسی میخواست مشکل رو حل کنه، فقط کافی بود غذا رو درست کنه، مثل هوا زیاد بود، و یا فقط یه دونه آنتی بیوتیک رو اول خلقت میداد دست ما. یعنی این کسانی که همه دان و همه توان هستن که از 10 تا بچه که به این دنیا می آمد حتی در هزاره دوم 7 تا شرط من می مرد، این همه مادر با مرگ بچه ها روبرو بودن، آقا آنتی بیوتیک رو می دادن، فقط آنتی بیوتیک. یعنی می خوام خدمتتون عرض کنم آگاهی نداشتن، آگاهی نداشتن، جلو هیچی نگرفتن. بزرگان ما در فرهنگ ما که مثلا در چند صد سال قبل بودن، شما با حمله مغول روبرو بودید، شما با قحطی روبرو بودید، با در حقیقت بیماری و وبا، با طاعون روبرو بودید، هیچ کاری برای اینا هیچ وقت نکردن. که من شما بدونید میدونستن یه چیزایی فایده اپلیکیشنش کجاست، کاربردش کجاست. ما در طول تاریخ بیش از 60-70% مردم هست که از عفونت و گرسنگی، خب این مشکل حل میگید آدما نمیمردن. اگه به من بگید اینا مهم نیست، پس اصلا یه بحث دیگری ما داریم. اینجاست که دفعه موضوع رو یه جوری دیگه میکنم. و بعد همین علم قرازه مبتنی بر حس ناقصه، محدوده، خاک تو سره، پر از غلطه، پر از اشتباه، در امریکا عمر انسانها رو از 46 سال در سال 1900 رسونده به الان 80. همین علم کوفتی. من و شما میتونیم با سرعت از اینجا بریم ایران، من و شما از اینجا نشستیم میتونیم با عزیزمون در ایران حرف بزنیم. شما الان اینجا تصویرتون میرسید همه جهان، همه جهان میتونن با شما تصویر ده. همین علم کوفتی خاک تو سر به من نشونید تمام اون آگاهان و دانایانی که همه چیز رو میدونستن رو به همه خلقت احاطه داشتن، یه جا تو زندگی خودشون یا تو زندگی دیگران نقش و تأثیری داشتن. به همین جهت است که ما هر چی داریم همین علمه، همین فن. دشمن ما هم هست،
با همین هم میتونیم خودمون رو نابود کنیم. به همینجاست که برتراند راسل میگه اگر انسان ها تا به امروز خودشون رو نابود نکردن از نادانی و ناتوانیشون بوده، امروز که دانا و توانا شدن اون خطر هم وجود داره. دقیقا. از خطر اونم با خبریم، ولی ما راه دیگه ای نداریم. به همینجاست که امروز همین دوستانی هم که غالب اوقات به این اشعار میچسبن، عرض کردم بیان یه جوری نگاه کنن که اونا چه تغییری تو زندگی و دوربر خودشون به وجود آوردن، چه کردن، چه دگرگونی رو موجب شدن، سلامتی رو چوری موجب شدن. بعد کسانی که غالبا عشاق این افکار هستن بیان یه ذره محبت نشون بدن، ببینیم محبتی هست، حسادتی نیست، حسن نیتی هست، دوستی هست، خشمی با ناباوران ندارن. آخه قربونتون، شما که به خدا رسیدید، شما که به عشق رسیدید، شما که به حقیقت رسیدید، این بیگناهان خاک تو سر، بدبخت، گمراه، نادان، نمیدونم عالم نمای، نمیدونم از اینا رو خب ولشون کنید، این کرما دارن برای خودشون میلولن. شما که شهبر آسمان هستید، بابا ول کنید. به همین جاست که متأسفانه اینام عمقی نداره. یعنی من بگم به حقیقت رسیدم، به عشق رسیدم، به همه چیز رسیدم، باز هنوز حسودم، هنوز بدجنسم، هنوز کینه توزم، هنوز نیش میزنم. بدونید آخه یه ذره انصافم خوب چیزیه. بعدم اونم تازه کی؟ کسی رو که قبول دارم هیچه، کسی رو که قبول دارم اصلا بی ارزشه، عددی نیست، بغلانه، اصلا هیچی نیست. به همین جهت است که آقای دکتر اشاره کردن اولشم، تواضع و فروتنی مال این علم لعنتیه که به من و شما فقط میگه چی نمیدونیم. خدمتتون قبلا هم عرض کردم اگر یه معلمی یه سوالی رو جواب بده، 5 تا سوال تازه در ذهن شاگردش به وجود نیاره، معلم نیست، نقش ایفا نکرده. ما فقط بیشتر و بیشتر میدونیم، چقدر نمیدونیم. خود مگر افلاطون یا سقراط، من نمیگه من فیلسوفم، میگه من به این دلیل فیلسوفم که بیش از همه میدونم که چقدر نمیدونم. این تواضع علمه. شما هر وقت در دنیای علم وارد بشید با شک، با تردیده، و حتی همونطور که میدونید شما هر وقت به یه سمینار علمی میرید همه کوشش میکنن چیزی رو که تا بال ثابت شده رد کنن. یعنی تمام کوشش، تمام مقالات برای کوبیدن چیزی که تا حالا اومده. آقای دکتر شارگن، شما میرید توی مراکز مذهبی و یا عرفانی، تمام مدت همه راست و دروغ هم دیگه رو تایید میکنن. یعنی اگر یک کسی بیاد یکی فوت کرد رفت اون پرید باسون که بعد ببینید خود شما دیدید، نشنیدم، ببینید اینم یه دلیل دیگه. یعنی مثل آب خوردن، فقط کافیه شما تاییدشون کنید، شما کافیه که حمایتشون کنید، بلا فاصله اون رو با تمام وجود میپذیرن، حتی اگر مسخره باشه. عزیزی اومد رو خط تلویزیون من درباره کتابی صحبت کرد که این کتاب به اون نشون داده یک کسی چگونه موجودی است، اسمم نمیخوام ببرم. این کتاب رو این آدم در ایران دروغ نوشته، اصلا اون نویسنده فرانسوی یا نویسنده لهستانی وجود خارجی نداشته. یه آدمی برای خودش به بهانه اینکه من دارم ترجمه میکنم هر چیزی رو خواسته چرت و پرت رو سرهم کرده. بعد یه دفعه من فکر کنم من بعد از اون بود که واقعا حقیقت رو و واقع شناختم. علت که این حرفای ذره تند و تیز رو میزنم برای اینکه میخوام اینو عرض کنم، حوزه علم رو، حریم علم رو، بحث جهان فیزیکی و مادی رو بذارید دم دست همین آدمای ناقص کمعقل نابخرد، تو همون حریم های روحانی و عرفانی و فلسفی و مذهبی که دارید که خیلی هم خوبه، با هم محیط هست بر همه اینا، اینا هم هیچ هست، جهان فانی مادی حیوانی شهوانی خاک تو سری هست، ولشون کن، اینا هم به کار خودشون برسن، شما به اون کار روح و روحانیتون برسید. آخر سر بالاخره اون روحیه سرطیوش ما پیشنهاد سرط دار من فهم میکنم دکتر هلاکویی به زیبایی دارن یک، من خیلی از صحبت های به خصوص این تیکه آخر خیلی لذت دارم با نمیدونم شما دوست دارین که مناظره روش. متاسفانه من دکتر هلاکویی شاید 95% توافق داریم روی این مسئله. من مجبورم یه چیزی رو بگم. شما الان این هفته دومه که قبل از برنامه که ما با هم صحبت میکنید، شما بر اساس ایمیلایی که دریافت میکنید تماس میگیرید. نه من مشکلم با خدا بود که هر شد دیگه میخواید که در واقع سر به سر دکتر هلاکویی بذارید، ولی ما توی جلسه که میان
من باز اقلیت میفتم، یعنی شما نباید شما الان با صحبت هولاکویی رو تاییدش میکنید. من یه مشکل بود شما رو... فکر کردید اینجا بیاد جنگ را میندازید قربونتون برم. من قصدم جنگ نبوده، من قصدم چرا... دیگه سری چیزا یاد قصدتون جنگ بوده برای که حقیقت بزنه بیرون، اشکال کار نیست که من آقای دکتر سر کلیات با هم موافقیم. بعدم به هر حال ما بر تنها رایز که از این طریق میتونیم تو این برنامه بیام حرف بزنیم. وقتی من که با شما تماس نمیگیرم، آقای دکتر که تماس میگیرم به خاطر اینکه شما تحریک کنن که هولاکویی رو بیار درازش کنیم، منم شما دعوت بگیرم. نه شما این به هر حال بازیه واسه مثل آقای دکتر خواست چیزی بگه، تو رو خدا بزنید بگه. نه من 3-4 دقیقه وقتم نمیدونم چقدر وقت من در تایید حرفای دکتر، به نظر من نکات بسیار 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 درستی بود، مهمی بود. البته من واقعا دوست دارم که این مسئله رو چون در تخصص ایشون هم هست واقعا بشکافیم. حالا من کار به مستندات تاریخیش کاری ندارم، شاید هم نمیتونیم اونا رو ندیده بگیم. چرا جامعه ما علاقه ای به علمی فکر کردن نداره؟ من راستش با اون مسئله که شما گفتید موافق نیستم، یعنی من این رو یک جامعه بیمار میدونم، برای اینکه در خود همین فرض کنید آمریکا برای فرض کنید کنسرت مدونا ممکنه 200,000 نفر آدم بره، ولی مثلا برای یک متفکر وقتی که میاد صحبت میکنه 20 نفر آدم نمیره، 20,000 نفر آدم میره. این تناسب ناجوریه که توی جامعه ما وجود داره به نظر من. یعنی این عدم استقبال اصلا خیره کننده است برای من. من خودم فکر نمی‌کنم وضع به این بدی باشه. یه چیز پایانی هم فقط بخوام بگم که همونطور که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، ما اتفاقا خوشحالیم که هر سال کتاب‌هامون رو تجدید نظر می‌کنیم توش. هزار سال نیست که این کتاب رو با همون محتویات نگاه کنیم، کتاب ها به روز میشن. خوشحالیم که علم ناقصه، خوشحالیم که اختلاف نظر وجود داره، همونطور که آقای دکتر گفتن خوشحال هستیم که میتونیم در جمعی بریم که به چالش بکشیم، و این تفاوت آراست که باعث میشه که ساکن و ثابت نمونه که بگنده. آب که ساکن میمونه میگنده، در نتیجه باعث شده که با همین علم ناقص به همین جاها برسیم. انجمنی در آمریکا هست، انجمن کسانی که الان سال هاست دارن دعا میکنن که کسانی که دستشون پاشون قطع شده بتونن دست و پای پیدا کنن، در بیاد جاش. نمیفته این اتفاق. الان علمی که داره دست و پای مصنوعی میسازه و نهایتا هم جوری خواهد ساخت که حتی با اراده مغز بتونن دست و پاشون تکون بدن. بسیار از حضورتون سپاسگزارم. آقای دکتر نعیری در خلال صحبتاشون در مورد علوم فقهی صحبت کردند و در مورد اون چه که علما در مذهب میکنن و حتی مقایسه ای کردن در این مورد. هفته آینده وقتی که این بحث رو در مورد علم ادامه میدیم دیگه با خدای شما من کاری ندارم، میریم سر علم و بقیه بحثمون رو سر علم. نه برای من دیگه مشخص شد ایشون اگناستیکن و پرونده رو ببندیم دیگه. بله پرونده خدا رو ببندیم، حالا بریم سر علم و در خدمتون، به خصوص که از 16 اپریل گفتین یه برنامه هم در این مورد شما در رادیو تو اگرم لازم بشه، چون من خوشبختانه در رادیو اختیارشو دارم هفته 20 ساعتم رازها و نیازهاس اضافه خواهم کرد، برای اینکه همونطور که شما اشاره فرمودید ما مشکلمون این الان آدم باورش نمیشه این همه آدم تحصیل کرده قدم در مسیر علمی که صحیح و درسته نمیزنن یه جای دیگه برای خودشون میچرخن. آقای دکتر اشاره به اون فیلم و ویدیو و کتاب کردن، خب اینا واقعا فریبکاری و حق بازیه، حداقل تکلیف اینا باید روشن بشه. و بعد حتما این پرسش خواهم کرد که مگه علم چند تا تعریف داره؟ تعریف مذهبی علمی داریم یا تعریف علمی علم داریم؟ این نکته ایست که دکتر اشاره کرد بهش خواهیم پرداخت. به حال یک بار دیگه بنده که بسیار استفاده کردم، امیدوارم که بینندگان عزیزم حضور آقایون براشون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشن. ممنونم از حضورتون بعد از یک روز بسیار پرکار، همینطور از جناب عالی با این راه درازی که تشریف آوردید. خب خداحافظی کنیم دیگه آقای دکتر. خواهش می‌کنم. هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و روزگار به کام.